से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किस होर नाल लाया सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरिया हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया Hanımsa bunlar bir yardı ki. سایره بیا صبونه حاضره بعد غور نزنی که دیرم شده ها آقا من میگم این دیگه خیلی درس خونده باید به فکر ازدواجش باشی خیلی درس خونده نه خیر دخترمون باید یه دانشگاه بزرگی به روما رو سربلند کنه تو فامیل ما کسی حتی مدرسه هم نرفته اگه این انقدر بخواد تحصیلات عالی داشته باشه در سطح این کیو پیدا کنی؟ اینا دست خداست پسرم بالاخره پیدا میشه من که نتونستم درس بخونم حتی اقل دخترم بخونه مامان بابا من میرم ولی صبونه تو نخوردی که نه مامان همینجوریش هم دیر شده اشتهام ندارم یه لغمه بهش بده تو مدرسه میخوره یالا بجام بجام آفرین بیا بشین عزیزم مامان داشت چی میگفت؟ تو که مامان تو میشناسی اینا رو ولش کن ببینم این بار امتحانات انتخاب رشته تو خیلی سخته تو باید تلاش کنی تو باید منو خوشحال کنی و بیشترین و بالاترین نمره رو بگیری فهمیدی؟ آره بابا آفرین دخترم یه نوشابه سرد بده پسر باشه چشم بفرما داداش بده بیاد دیگه نوشابه گرم بهم میدی؟ بهتون گفتم سرد حرف من رو نمیفهمی نه؟ ببخشید الان یکی دیگه بهتون میدم اصلا نخواستم پولا رو رد کن بیاد پول؟ کدوم پول؟ خیلی واضح حرف میزنم ولی مثل اینکه نمیخوای بفهمی نه؟ پول ضرر رو بده بهم میرم یه جای دیگه میخورم هی مثل اینکه حرفمو نمیفهمی نه؟ رد کن بیاد زود باش دیگه بدش اینجا داداش این تنها درآمد امروزمه برو خودتو شکر کن که دست و پات سالمه بازم پول در میاری چی داری میبینی؟ نگاه کن، خیلی فیلم جالبیه از هر صبحی شروع کردی؟ دیگه کاری نداری نه؟ تو برو بیرون عشقت الان رد میشه بذار من فیلممو ببینم آره درسته راست میگی امروز چرا دیر کردی؟ میدونی که اگه سر صبحی صورتتو نبینم روزم نمیگذره؟ امروز دیر شد تو عشق باید یه خورده ضرر کرد تو خیابون اینطوری نگو یکی میشنوه حواستو جمع کن پس بذار بشنون عاشقی که گناه نیست ماما میگه سایره باید ازدواج کنه بابا میگه که سایره تو همین محل ازدواج میکنه ولی اول سایره باید دانشگاهشو تموم کنه به همین راحتی ما که هم محلی هستی این که خیلی خوب شد بعدش هم تو زود درساتو تموم کن نمیتونم منتظر بمونم باشه دیگه من میرم وایسا ببینم بعد مدرسه حتما بیا دیدنم باز حرف مهم میدارم
برو. چی شد؟ ببینم دیدیش یا نه؟ بهش گفتم بعد از مدرسه باید باش حرف بزنم. چه حرفی میخوای بزنی؟ این حرف. واقعا؟ دیگه چی؟ دو سه ماهی که نقش عاشقا رو بازی میکنم، دیگه وقتشه که عشق رو از نزدیکم حس بکنم. به به، حتی حساب کن ببینم، اونو بده من. این چیه؟ این کارت حافظ هست. ما هم فیلم درست میکنیم. چی شد؟ هنوز نیومده؟ الان ها میاد داداش. دوربین حاضر کردی؟ همه چی آماده است. تو دیگه وقتشه بری، بعدن دوباره میبینم. موفق بشی. خدا رو شکر که اومدی. این انتظار آدم ها میکشه. حالا که اومدم بگو حرف مهم چی بود؟ اول بیا داخل یکم بشین. نه نمیشه، باید زود حرفتو بزنی، الان یکی میاد. واسه اینم یه راه حلی دارم. چی کار میکنی؟ دیوونه، من دوستت دارم. اگه کسی آبروت رو ببره من باید برم بمیرم. من میخوام هرچه زودتر مال من بشی، فهمیدی چی میگم؟ تو خونه باشو، منم درآمد کسب میکنم، هرچی که بخوایو فراهم میکنم. باشه، ولی یه خورده برو عقب‌تر. تو چرا میترسی؟ مگه به من اعتماد نداری؟ تو الان میگفتی که چی شده؟ ساره هنوز از مدرسه بر نگشته، خیلی وقت تعطیل شده. میاد بابا میاد. تو چرا انقدر نگرانی؟ فعلا بهم یه لیوان آب بده. تا حالا هیچ وقت انقدر دیر نکرده بود. آره راست میگی. باشه میرم دنبالش. بیا دخترم اومد.
این چه وضعیه؟ نه سلامی نه علیکی. چرا انقدر دیر اومدی خونه؟ ببخشید سلام. علیکم السلام. بذار حداقل یه نفس بگیره، هوا گرمه، خسته و کوفته است. برو دخترم، برو دست رو تو بشور، زود بیا. این چه شده؟ هیچی نشده، حتما خسته است. هوا رو ببین، خب خیلی گرمه. اگه کسی آبرو تو ببره، من باید برم بمیرم. راشه، تو خیلی عوضی هستی، پستی. الان باید بری بمیری. به من دست روزی کردی، آدم پست. به اسم عشق منو فریب دادی، عوضی. ساهره، چی شده؟ امروز مدرسه نمیری؟ ازت سوال کردم، بابا داره صدات میزنه، برو. خوب شد اومدی، خودت باش حرف بزن. جواب سوال منه که نمیده، خودت باش حرف بزن ببین چه شده. دخترم ساهره، حالت خوبه؟ دختر من که اول از همه بیدار میشد و واسه مدرسه حاضر میشد، الان چی شده؟ من نمیخوام برم مدرسه، هیچ جایی نمیرم. باشه، درسته، تو بعضی وقتا به استراحت نیاز داری، هر روز رفتن که دیگه هیچ وقت نمیرم. شده دخترم، کسی به چیزی گفته؟ به من بگو. میدونی مامانت میگفت که دیروز معلم مدرسه اومده بود و گفته که دخترتون ساهره از همه بچه های مدرسه خیلی بهتره. میگفت که ساهره تو امتحاناتش بیشترین و بالاترین نمره رو گرفته. دخترم تو ما رو سربلند نمی کنی؟ من که خیلی بهت امید دارم. آخه مشکل چیه؟ چی شده ها؟ چیزی نشده، ول کن، الان پا میشه دیگه. تو برو صبونه رو حاضر کن. برو، آفرین. پاشو دخترم. آفرین دخترم. بیدار شو. پاشو، آفرین. عزیز دلم. امروز از اینجا رد میشه یا نه؟ کم حرف بزن، ببینم چرا انقدر به خودت رسیدی. حالا میفهمی. اونه هاش. یعنی منو نمیشناسی؟ از سر راه برو کنار. نه از پیشت میرم، نه از سر راه. تازشم، من عاشق نیمه راه نیستم. مزخرف نگو، بهتره که دیگه واسم فیلم بازی نکنی. ما هیچ ارتباطی با هم نداریم. تو یه آدم پست و عوضی و بیشوری.
چه عصبانی؟ خیلی خوب باشه، من آدم بد، ولی حرفه این دوستمو بشنو. نگاش کن. نمیخوام ایچی بشنفم. یه لحظه. فهمیدم. حالا میشنوی؟ نه. باشه، به بابات این ویدیو رو نشون میدم. مشکلی نیست. خیلی خب باشه. پس بریم داخل. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من به نظرم یکی سایره را اذیت کرده، آره، واسه همین اون ترسیده. از یه کاری میکنیم، هر وقت بیرون میره یکی هم از ما باهاش بریم تا کسی نتونه به صدمه بزنه. خوبه. از مرزا کی با غیرت میشن؟ چرا همونقدر که به زنهای خودشون احترام میذارن به زنهای بقیه احترام نمیذارن؟ خانم جان بیخیال، مردا با غیرت هم. اونی که غیرت نداشته باشه به خدا که مرد نیست. مردا اینجوری نیستن. شما؟ تو یه چند روزی پیدات نیست؟ گفتم خودم بیام دنبال پولم. یه لحظه داداش رفیق، من میخواستم پولتونو بیارم، اما به خدا هیچ فروشی نداشتم. میبینین که وقتی که برای پول مغازه دنبال قرض اومدی گفتی که پول در میارم پس میدم، اونم با سودش. ولی خب مغازه من الان فروش خوبی نداره. وقتی اینجوری دوست ولگرد تو مغازه بذاری، یه فرد نجیب کجا بیاد یه چیزی بخره؟ ولی آخه من که ساکت دارم با این حرف میزنم. بشین. خب تو بگو کی پول منو میدی؟ داداش رفیق، پول که پیشم نیست، ولی یه هدیه دارم. یه هدیه. یه هدیه؟ چه هدیه ای؟ داداش رفیق خیلی خوشتون میاد، ولی یه شرطی دارم. شما باید همه یه بدهیمو صاف کنی. من قرون قرون پولم ازت میگیرم و یه روپیه هم بهت نمیبخشم، فهمیدی؟ داداش شما گوش کنی، قرون قرون پولتون رو به دست میارین، اما از یکی دیگه. واقعا؟ گوش میارشه دشمن. ببینش. ای بابا، این که همونه. هدیه‌ام چطور بود؟ واه 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 واه. برو، تو رو میبخشم. داداش رفیق، لطفا گوشی رو بدین به من، این تو کارت حافظه است، من اونو بهتون میدم. باشه باشه، زود باش. زود باش دیگه، زود باش. Thank you.
چیزی اذیتت میکنه؟ بابات یه کاری به هم سپرده، این که من بفهمم مشکل تو چیه. مامان با حرف زدن که مشکلی حل نمیشه. حداقل تلاشمونو میکنیم. بگو. یعنی کی اومده؟ من نگاه میکنم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد، داد به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. کیه؟ یه دوست. تو کی هستی؟ بابا خونه نیست. میدونم، من وقت مناسبی اومدم اینجا. بابام عصر برمیگرده. اومدم که عزیزم رو ببینم. در رو باز کن. نفهمیدی چی گفتم نه؟ پس بشنو. من یه فیلم قشنگی پیدا کردم که توش عزیز دلم یعنی تو خیلی خوشگل به نظر میرسی. محض رضای خدا اون فیلمو حذفش کن. به هیچ چه ضرری رسونده؟ ضرر که نرسوندی، ولی میتونی فایده برسونی و در ذهن یه راه حل داره. من امشب در خونمو باز میذارم، اونجا بیا با هم حذفش کنی. قول میدم. من نمیام. پس من میام و تا وقتی به بابات نشون ندادم حذفش نمی کنم. امشب منتظرتم، ناامیدم نکن.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الان میام. چی شده؟ کجا داری میری ها؟ از عصری سائره تب شدید داشت، میرم بهش سر بزنم. بخواب راحت باش، بذار اونم استراحت کنه. بخواب اینم بذارش اونجا به جمع یالله. بخواب دیگه. تو که تب داشتی؟ خیلی زود نفهمیدی. چی بهش میگم؟ ساری. آره ساری. این صدا رو میشنوی؟ همه یه قدرت دست اونه، از قهرش بترس، از کسی سوء استفاده نکن. محض رضای خدا اون فیلمو حذفش کن. حذفش میکنم. میگم که امروز دخترم میخواد استراحت کنه و مامانشم ازش پرستاری میکنه و وقتی دخترم کاملا خوب شد میره به مدرسهش میرسه. امتحاناتتم که نزدیک دخترم. من باز میکنم. دخترم صبونتو بخور، یه چیزی بخور. والا پشت در که هیچ که نبود، فقط این پاکت بیرون در بود. دخترم اینو بخون ببین چیه. چی شد دکتر؟ دکتر
دخترم؟ دخترم؟ ساهره؟ ساهره دخترم، ساهره. همراه این نامه اون کارت حافظه که هست توش زیبایی دخترت نمایانه. شما اگه میخوای که این موضوع همینجا تمام بشه، پس تا عصر 500,000 تا آماده کن و به این شماره زنگ بزن، وگرنه این فیلم تو هر خونه این محله پخش میشه. ساره، ساره. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دنی کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیابرو کنه. الان چی میشه؟ الان باید چی کار کنی؟ این دختر آبروی ما رو برد. ساکت، ساکت. نه، تقصیر دختر من نیست. قبول دارم که تو این سن عاشق میشن و اشتباه میکنن، میدونم، اما به دختر من ظلم شده، ظلم. من اون عوضی ها رو ول نمی کنم. من پیش آقا ملک میرم، اون یه راه حلی پیدا می کنه. مواظب ساهره باش. تو رو خود این کارا رو نکن، این کارا رو نکن، ولش کن ساهره، این کارا رو نکن. آخه چه کاری داری میکنی؟ ای وای دختر، اینو ول کن. با تو میگم ولش کن. از اینجا برو. گفتم ولش کن. ولش کن. باشه ببینم. اول آبرومونو برد، حالا هم که این کار. ببین میخواد با چاقو خودشو بکشه. خدایا توبه، تو که سکت شو. دخترم این ساهره. دخترم تو که شجاع و عاقل، این کارا چی؟ این کارا آدم های ضعیف و پست میکنن، خودشونو تو تاریکی میندازن، ولی تو روشنی دخترم، تو نور چشم ما هستی. تو ببین، ببین اون عوضی ها را چطور به سزای عملشو میرسونه. عزیزم، دختر رحمت خداست. این دنیا خیلی کثیفه، آدم های ظالمی توش زندگی میکنن، اما تو ببین ما کنارتی، تنهات نمیذاریم هیچ وقت. هیچ وقت به خود کشی فکر نکن عزیزم. ماشین ناظر آقا ملک. و جلسه‌ام ساعت چنده؟ ساعت 2، سر وقت می‌رسیم. سلام آقا ملک. علیک سلام. چی شده؟ آقا ملک، باید بگم یه مسئله مهمیه. خب بگو. موسیقی
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بی همه چیز، از این آدمای عوضی همه چیز برمیاد. تو جلسه شرکت نمی کنیم. اما جلسه امروز خیلی مهمه. از مسئله نجابت یه دختر که مهمتر نیست. بهش 500,000 تا بده، بقیهش خودم میگم. چشم آقا ملک، خیلی ازتون ممنونم. برو زود باش، را بیا. زود باش، برو برو ببینم. همینجا وایسا. شما خجالت نمی کشین؟ خیلی آدم های پستی هستین. آقا ملک، همه چیز زیر سر این عوضیه. اختر، بگو دخترت بیاد. دارم فکر می کنم که تو نسل جوون ما این سگای ولگرد از کجا اومدن؟ تو خلافای خودت کم نبود که الان آبروی دختر مردم بازی میکنی؟ تو حیا نداری؟ ولی آقا ملکون خودش نانجیبه. زخرف نگو. من نانجیب نیستم، شما عوضی. دخترم، اینا گناهکارن. آزادی هر تنبیهی خواستی بدی، هیچکی مانعت نمیشه. لطفاً ما رو ببخش. منم اگه شما عوضی رو ببخشم، خداوند شما رو نمی بخشه. یادته؟ من به همون خدا شما رو قسم دادم. اگه اجازه بدین، اینو با خودم ببرم. یه جوری براش پرونده می سازم، کل عمرش توی زندان باشه. نه خیر آقای پلیس. حالا باید حواسمون به اینا باشه. اگه همین جوری بذاریمشون، باز یه اشتباه دیگه می کنن. آقا رحمان، گوشیاشونو بگیر و بشکن. نباید مدرکی پیششون باشه. اون مغازه رو آتیش بزن. بعدش هر ستای اینا رو لخ کن و تو خیابون ببرشون. ولی آقا ملک، تو فکر کردی این دخترها بی صحابن؟ نه آقا ملک، اینا رو هر تنبیهی هم کنین باز کمه. ولی من مثل اینا عوضی نیستم. لخ کردن دیگران کار شیطونه، نه کار ما آدمو. هرچی قانون میگه همون براشون اجرا بشه. خجالت کشیدین؟ غیرتو دیدین؟ دیدین که تحصیلش بهش چی یاد داده؟ و شما از حیوانم پست‌ترین. آقای پلیس، اینا رو ببرین. را بیافت، زود باش، زود باش ببینم. را بیافت. نگران نباش. آره، هر فلزی طلا نیست. این به این معناست که هر چیزی که به درخشه طلا نیست. ببینین، گاهی ما فریب میخوریم و اون چیزی که خوب فکر میکنیم اون خوب نیست. نفهمیدین؟ آسون ترش میکنم. همونطور که ما دخترها هستیم و این دنیا هم پر از آدمای بد شدن، نباید فریبشونو بخوریم. به حرفشون نباید اعتماد کنیم. باید تحصیل کنیم، موفق بشیم تا پدر و مادر و جامعه بهمون افتخار کنه. بچه‌ها چیزایی که تو این کتاب نوشته رو باید خوب یاد بگیرید. بازم از این واسه‌تون میخونه، فقط خوب به حرفای من گوش کنید. گوا سیار تو میره عشق دار نکلیا دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد.
لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.